در اتحادیه اروپا باقی بمانیم یا از آن خارج شویم؟ این سوالی است که سالهاست ذهن سیاستمداران بریتانیایی را به خود مشغول کرده. تنش در روابط لندن با این اتحادیه پس از آنکه دیوید کامرون نخست وزیر این کشور در ماه دسامبر گذشته از تصویب معاهده جدیدی که همگرایی مالی بیشتر کشورهای عضو را در بر داشته باشد حمایت نکرد بالا گرفت. ما بین دو گزینه قبول معاهده بدون تضمین یا رد کلی معاهده قدرت انتخاب داشتیم و پاسخ درست رد کردن معاهده بود. تصمیم راحتی نبود ولی درست بود. نگفتن به اتحادیه اروپا و تردید در مورد ماهیت این اتحادیه تفکر سیاسی غالب در حزب محافظه کار حزب حاکم بریتانیا است. اندرو روزیندل یکی از اعضای این حزب از نمایندگان است که مایل است در روابط بین لندن و بروکسل دیوید کامرون همواره آن غرور خاص بریتانیایی ها را حفظ کند و سرش را بالا بگیرد. اگر به تاریخ مردم بریتانیا توجه کنید می‌بینید که ما تقریباً 1000 سال می‌شود که به کشوری تجاوز نکرده ایم، بلکه همواره در مقابل کسانی که قصد تحمیل چیزی را به ما داشتند که با منافع ما سازگار نبوده از خود دفاع کرده ایم. بنابراین هر وقت به ملت سخت آمده روی سگی خود را نشان دادند، ایستادند و گفتند که حق با آنهاست. همان کاری که در گذشته وینستون چرچیل یا مارگارت تاچر هم به عنوان نمایندگان بریتانیا انجام دادند. لذا من از آقای نخست وزیر می‌خواهم که در مورد مطالبات اتحادیه اروپا همین رویه را در پیش بگیرد. از اینکه او اخیراً با غرور به آنها نه گفت خوشحالم. اینجا در لندن به احترام چرچیل یکی از مردمی ترین سیاستمداران بریتانیا اتاق جنگ او تبدیل به موزه شده. چرچیل سیاستمداری بود که از او در این حال به عنوان یک قهرمان و یک سیاستمدار زیرک یاد می شود. فردی که مخالف ایده ای اروپای واحد نبود، اما واقع‌گرا بود. به نظرم چرچیل کسی نبود که در مورد ایده ای اروپا شک داشته باشد. البته فلسفه سیاسی و اقتصادی مشخصی هم در برابر آن نداشت. فکر می‌کنم او تنها می‌خواست که اروپای نابود شده در جریان جنگ دوم جهانی دوباره ساخته شود و به نظر او فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها دو ملتی بودند که توانایی این کار را داشتند. عقیده من او نقش بریتانیا را در این مورد محوری نمی‌دانست و ضروری نمی‌دید که کشورش تمرکز خود را بر روی این موضوع بگذارد و واقعاً خود را درگیر آن کند. در این مکان در قلب لندن اتاق جنگ چرچیل قرار داشت. در عمق 3 متری زمین جایی که او همراه مشاورانش جنگ در قاره اروپا را پیگیری و برای آن نقشه می‌ریخت. برای چرچیل همانند بسیاری دیگر از هموطنانش همین دوری فیزیکی از قلب فجایع ایده قرار داشتن بریتانیا در لبه اروپا را تقویت می‌کرد. بریتانیا همیشه منزوی بوده است. منظورم این است که به دلیل جزیره بودن این کشور همواره مشکلاتی در ارتباط با اروپایی بودن آن مطرح بوده. وقتی گزارش‌های منتشر شده در نشریات بریتانیا را می‌خوانید، همیشه اروپا به عنوان مکانی جدا و مستقل از آن توصیف می‌شود. درست است که ما جزی از اروپا هستیم، ولی تفکر غالب این گونه است. ربطی هم به تعصب ورزی و یا پیروی از فلسفه خاص ندارد. فقط موضوعی است که بریتانیایی‌ها با آن بزرگ شدند و برای قرن‌ها با آن زندگی کردند. به نظر من موضع کامرون یک موضع گیری سیاسی است، چه از آن خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید. از همان زمانی که در سال 1973 بریتانیا تحت عنوان بازار مشترک اروپا وارد مبادلات قاره سبز شد، نخست وزیرانش چه از حزب محافظه‌کار چه از حزب کارگر همواره با سوال جایگاه این کشور در اروپا روبرو بودند. اما چشم‌انداز سیاسی امروز اروپا تفاوت‌های زیادی با دهه 70 دارد. 27 عضو و بحران اقتصادی بی‌سابقه، بحرانی که انعقاد عهدنامه جدید را اجتناب ناپذیر کرده. دیوید کامرون مفاد عهدنامه جدید را با منافع مردم بریتانیا متناقض دانست و از امضای آن خودداری کرد. تصمیمی که هرچند در داخل کشور مورد استقبال قرار گرفت، اما میتواند دست او را در نشست آتی سران اتحادیه اروپا ببندد. افکار عمومی اقدام کامرون را به عنوان مردی که بالاخره به اروپا نگفت پسندید، اما مشکل حال حاضر این است که او هنوز به مفهوم سیاسی کلمه تصمیمی را که اعلام کرد عملی نکرده است. بنابراین او باید دوباره با مقامات بروکسل بنشیند و مذاکره کند، آن هم در مورد چیزی که آن را به عنوان یک پیروزی و موفقیت سیاسی به مردمش معرفی کرده. حالا او مجبور است پا به جلسه بگذارد که در آن تنهاست.
آیا این موضوع برای او مشکل آفرین خواهد شد؟ پاسخ مثبت است. آیا در برابر حزبش با مشکل روبرو خواهد شد؟ باز هم پاسخ مثبت است. بنابراین آیا او باید برای جلب حمایت حزب با تردید بیشتری به اتحادیه اروپا نگاه کند؟ بله. آیا این مسئله به بیشتر شدن تنش با اتحادیه اروپا و نهایتاً برگزاری همه پرسی و منجر خواهد شد؟ در گذر زمان باید بگویم بله. اینجا قلب منطقه اقتصادی و بازار مالی لندن است، همانجایی که دیوید کامرون در صدد حمایت از آن برآمد. او در نشست با همتایان اروپایی خود با وضع مالیات بر مبادلات مالی در اروپا، در حالی که این قانون در دیگر کشورهای جهان وجود ندارد، مخالفت کرد، چون آن را در تضاد با منافع اقتصادی بریتانیا ارزیابی کرد. پیام کامرون در حمایت از صنایع پولساز کشورش به اندازه کافی واضح بود. اینکه بریتانیا از حق وتو استفاده کرد نشان می‌دهد که بازی بر روی مبلغ ناچیزی نبوده. این مسئله لزوماً به این معنی نیست که بریتانیا باید تاوان بدهد و یا فرانسه و آلمان برنده شدند و دارند تصمیم نهایی را در مورد بحران منطقه پولی یورو می‌گیرند و بدون حضور بریتانیا هدایت اروپا را در دست گرفتند. همان گونه که می‌دانید بریتانیا اقتصاد پرقدرتی در سطح جهانی است. از سوی دیگر بریتانیا به عنوان خریدار عمده محصولات اتحادیه اروپا و همچنین به عنوان یکی از منابع مالی اصلی اروپا اهمیت زیادی دارد. برخی از کشورهای منطقه یورو بر این مسئله واقفند و به نظرم این گونه بریتانیا را رها نخواهند کرد. اما آینده روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا شاید به همین یک تصمیم وابسته باشد. نظر مردم این کشور در یک همه پرسی، اینکه در اروپا بمانند یا از آن خارج شوند. نزدیک 70% بریتانیایی ها با برگزاری چنین همه پرسی موافقند. یان مکنزی به ماندن عقیده دارد و همکارش مارک خروج از اتحادیه را ترجیح می دهد. ما نظر همه احزاب و طیف‌های سیاسی در مورد اروپا را کم و بیش می‌دانیم. نقطه مشترک همه آنها این نکته است که دیگر سیاست‌مداران نباید تصمیم بگیرند. آخرین باری که در مورد عضویت ما در اروپا رأی‌گیری شد 36 یا درست‌تر بگویم 37 سال پیش بود که درباره قراردادهای تجاری تصمیم گیری شد. الان هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که زمان آن فرا رسیده تا بریتانیایی ها بار دیگر خیلی صریح و شفاف در مورد رابطه‌شان با اروپا نظر خود را بگویند. بریتانیا بیش از آن که بخواهد خود را درگیر اروپای کوچک بکند، باید به جامعه بین‌المللی بیاندیشد که بسیار فراتر از اتحادیه اروپا است. بنابراین یک تصمیم واقع گرایانه است که باید اتخاذ شود. در دهه 1950 میلادی مردم فکر می‌کردند که آینده متعلق به اروپا است. بنابراین طرح یک اروپای سیاسی همگرا پروژه مدرنی محسوب می‌شد. اما حالا فکر نمی‌کنم ادعای زیادی در بریتانیا یا حتی در دیگر کشورهای اروپایی با تفکر غالب آن سال‌ها موافق باشند. چه موافقان بریتانیایی اتحادیه اروپا و چه مخالفان آن می‌دانند که اجرای چنین همه‌پرسی عملاً پیش از انتخابات سال 2015 امکان‌پذیر نیست. فرصتی تقریباً 3 ساله برای هر دو گروه برای تفکر بیشتر و در نهایت اتخاذ یک تصمیم درست‌تر.